سلام بر شما، با خبر این ساعت خوش آمدید. در افتاد سرخط خبر ها. کمانداران پیشین جهادی عامل اصلی نامنی ها در شمال. حساسیت های منطقوی سبب پنهان نگه داشتن نقشه راه صلح افغانستان. و جا به جا گردیدن ستلایت کوریای شمالی در مدار. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیل هستم. قماندانان پیشین جهادی عامل نامنی های ولایات شمالی هستند. کارشناسان میگویند قماندانان جهادی در ولایات شمال به خود پادشاهی ساختند و در کارهای غیر قانونی دست دارند. این در حال است که احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری خوب، از قماندانان جهادی شمال کشور خواسته است که این ولایات را از نامنی ها نجات دهند. در سقوط ولایت قندوز بیشتر قماندانان جهادی پیشین که مریشه های شخصی داشتند و به خاطر اهداف شخصی خود از آن استفاده می کردند مقصر دانسته شدند. احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در حکومت داری خوب، در این اواخر نگرانی ابراز کرده که ولایت بدخشان و تخار با تهدید سقوط مواجه است و از قماندانان جهادی این ولایت خواسته است که به خاطر جلوگیری از سقوط این ولایت دست به کار شوند. چطور می توانیم دمای بهار تابستان از سرزمین خود به شکل بسیار درست دفاع بکنیم و اجازه ندهیم که گروه های تروریستی که امروز در کوپایه های ما و شما هستن، همیال در بدخشان تقریبا در 10 ولسوالی اینا موجودیت دارن، در بعض ولسوالی های تخار هم شاید موجودیت داشته باشن. به هر قیمتی که میشه باید یک پروگرام پاکسازی را از وجود ازیا شروع بکنیم. از سوی دیگر باشندگان ولایت شمال و کارشناسان میگویند عاملین اصلی نامنی های شمال قماندانان پیشین جهادی هستند. اسد وحیدی، استاد پوهنتون کابل، میگوید ظلم های قماندانان پیشین جهادی بالای مردم سبب شده تا مردم با طالبان یک جا شوند. او که افغانستان که موخ به نامنی بس که اون لشک پرته یو ستر علت همغه چه دوی ورته جهادی مشران و جهادی قماندانان و علت هم دوی دی. دوی ظلمونه وکړل، دوی د خلکو ځمکې غصب کړې، دوی خلک وځورول، شخصي زندانونه یې درلودل، زندانیان یې کړل، دغه راز د خلکو حقوق یې وخوړل، د خلکو پیسې یې وخوړلې، خلک یې وځورول، حتی وی وژل. په دې اساس هغوی مجبور شول چې یو بل چېرته پناه یوسي، حکومت ته لاړل. حکومت خپله له همدغه کسانو جوړ و، نو د دوی غږ هلته نه اورېدل کېدلو. په دې اساس دوی یو درېیم انتخاب وکړو چې هغه وسله وال مخالفین وو. احمد ضیا مسعود در یک جلسه در ولایت تخار از قماندانان جهادی خواست که برای جرگه آمادگی بگیرند. از زمین باید آمادگی های خود برای لوی جرگه تعدیل قانون اساسی داشته باشیم که در اوجا قوت به هر قسمی که تقسیم میشه باید مجاهدین افغانستان یا نفر اول یا نفر دوم باید باشه. اما پرسش این است که چرا در مورد لوی جرگه چنین خواست ها مطرح میگردد؟ اصلی طول خبر داده چه دوی پیگی چه خبر نفوذ للاسه ورکی اغه سیمه چې دوی پکې نفوذ لري، دوی پکې هلته راحت چلوي، دوی پکې ناقانونه معدنونه وباسي، دوی پکې خپل نورې ګټې لري، هغه د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي، نو دوی په واقعیت کې د خپلو ګټو لپاره دقیقه کوي. گفته می شود احمد ضیا مسعود بعد از تخار به بدخشان سفر کرده وای به مردم گفته است که به نتایج صلح افغانستان منتظر نماند به خاطر که این پروسه طولانی است. اگر موضوع خط دیورند شامل نقشه راه صلح باشد، هر نوع گفتگوهای صلح ناکام خواهد بود. کارشناسان میگویند حساسیت های منطقوی و جنجال ها بین مخالفان مسلح از جمله عواملی هستند که کابل و اسلام آباد نقشه راه صلح را پنهان نگه می دارند. اما وزارت امور خارجه در این مورد صحبت نمی کند. نقشه برای گفتگوهای صلح در 3 جلسه 4 جانبه آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان که در مورد صلح افغانستان دایر گردید، در جلسه روز شنبه هفته جاری توافق صورت گرفت که برای گفتگوها با طالبان مسلح یک نقشه به میان آورد. نقشه ای که تا اکنون نهایی نشده، اما به باور کارشناسان جزئیات آن به خاطر بعضی حساسیت ها پنهان نگه داشته شده است.
زما په ان باندې مهم لامل خو دا دی چې د سیمې په کچه باندې او د نړۍ په کچه باندې هغه هیوادونه چې هغه نه غواړي چې د افغانستان کې د صلح بهیر یا د صلح پروسه په مخ باندې ولاړ شي او په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي، ممکن په دغه وجوهاتو باندې دوی دواړو حکومتونو او دغه څلور پریکانو دغه مسله تر ټولو پټه ساتلی وي، او هم په خپله باندې د مخالفینو په منځ کې چې کوم ډلې ټپلې دي یا هلته چې کوم استخباراتي نیټورکونه ځای په ځای شوي دي کار کوي، د هغې د تحرک دپاره یا د هغې د تخریب د مخنیوي دپاره ممکن دوی دغه طرحه تر اوسه پورې پټه ساتلی وي. موضوعات مهم جلسه اسلام آباد چنین عنوان گردیده که برای گفتگوها با طالبان یک نقشه ایجاد گردد. اکنون گفته می شود که ممکن این نقشه در جلسه چهار جانبه دیگر افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین که در کابل برگزار می گردد آشکار و عملی خواهد شد. دوی دې مهرباني وکړي زموږ دا غوښتنه ده د افغانستان اولسونه غواړي دا طرحه رښتیا هم جوړه سوي، د افغانستان د کورنیو د بهرنیو چارو وزارت مهرباني وکړي دا طرحه د افغان اولس سره شریکه کړي چې دا څنګه طرحه ده، افغان اولس په دې باندې رایه ورکړي چې یا دا طرحه صحیح ده او یا دا طرحه غلطه ده. خو د پردې تر شا طرحه هیڅ افغان نه مني او نه موږ منلای سو، په هیڅ قیمت باندې نه منلای سو. شماره کارشناسان به این باور هستند که قبل از این یک بار نقشه صلح به میان جیگری بریتانیا و رئیس جمهور پیشین ارائه گردیده بود که در آن زمان حامد کرزی به خاطر خط دویران با این نقشه بایکات کرد. اکنون نگرانی ها وجود دارد اگر چنین موضوعات بخشی از این نقشه باشد ممکن این نقشه نیز ناکام گردد. از ما په ان باندې د دویران مسئله حساسیت دومره جدیده چې دا د حکومتونو د دواړو حکومتونو د واک نه پورته خبره ده، حتی د نړۍ د ابر قدرتونو د واک نه هم پورته خبره ده، ځکه دا د اولسونو خوښه ده او دغه د ډیورند د کرښې په اړوند باندې تصمیم نیول دا د اولسونو کار دی نه د حکومتونو کار دی. مقامات میگویند در سومین جلسه چهار جانبه که در اسلام آباد برگزار شد تمام جوانب فیصله کرد که طالبان مسلح را به میز مذاکره حاضر میکنند، اما طالبان که به گفتگوها حاضر نمی گردند به خاطر سرکوب آنان اسلام آباد و کابل هر دو از امکانات خود استفاده خواهند کرد. ملا حسن رحمانی مقام بلند پایه طالب فوت کرد. رحمانی در زمان طالبان والی قندهار و عضو شورای مرکزی آنان بود. طالبان مسلح گفتند رحمانی در نتیجه مریضی که داشت وفات کرده است. این مقام بلندپایه طالب در شفاخانه پتیل شهر کراچی پاکستان جان داده است. ملا حسن رحمانی از مقام پرنفوذ طالبان به شمار می رفت. وی پس از مرگ ملا عمر با تلویزیون شمشاد در مورد انتخاب ملا اختر محمد منصور مصاحبه کرده بود که با تعیین شدن وی به حیث رهبر مخالفت داشت. کم تاکل چی آقا زدیر و لشت و سانو از شوراد اعضاو خلیر دکم و کسان و پروزیر کسی بیدی او پکار داو چی شورا اعضا خو پیر دو باید ملت مجایدین او علماء او خوان اینجا سوش پسر و کسان اغیلی وی او دیو دری ورگی دیو کار پر اهمیت بانجی غور کرده وی اگر تخوری سو بیایی سوخت کردی داره. ملا رحمانی در زمان قدرت طالبان رئیس تنظیم زون جنوب افغانستان و به حیث باری قندهاری فای وظیفه داشت. وی همچنان عضو شورای رهبری طالبان بود و زمان مشهور شد که پس از مرگ ملا عمر از بیعت با رهبر جدید این گروه انکار کرد. قابل ذکر است که ملا رحمانی در مرحله نخست نشست صلح اسلام آباد نیز شرکت داشت. پلیس کابل میگوید سطح جرایم جنایی در این شهر 36% کاهش یافته است. قمندان امنیت کابل میگوید هماهنگی پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی سبب شده تا سطح جرایم کاهش یابد. قمندان امنیت همچنان ده ها تن را که در جریان سه هفته گذشته از سوی پلیس گرفتار گردیده بودند در برابر رسانه ها آشکار ساخت. باشندگان شهر کابل شکایت میکند که دزدی ها در این شهر افزایش یافته. آنان دلیل آن را عدم توجه پلیس در این زمینه عنوان میکند. اما قماندان امنیه کابل به رسانه ها گفت که سطح جرایم در شهر کابل کاهش یافته و سبب آن هماهنگی میان ادارات امنیتی می باشد. کما ارزیابی او
چناول سی موږ د جنایي جرمونو په حکله وکړل. تقریبا دغه درې میاشتې موږ ډیر قوي کار پرې وکړ. څه دفاتر سی و څه تخنیکی امکانات سی موږ لرل، دا څېړنې موږ وکړلې. ډیر مسلکي کسان هم ورته کینولي و. دا څېړنې سی وسولې شپږ دیرش فیصده جرایم کم سوي په کابل په ښار کې. پلیس در این مدت دو تبع ایرانی را نیز به اتهام پول جعلی گرفتار کردند. این افراد از جمله 318 تن می باشد که در جریان 3 هفته گذشته بازداشت گردیدند. به گفته پلیس افراد گرفتار شده به جرم های خود اعتراف کردند. 318 نفر مظنونین به ارتکاب دی مختلف جرایم سی دوی به اوغ جرایمو لاس پورې کړی، نیولیم دی. د بعضې یعنی د زیاترو دوسیې یا ابتدایی اوراق ترتیب سوي او زیربته عدلی ادارو او سرندوالیو ته لیږل سوي دي. پلیس کابل در حال از کاهش جرایم خبر میدهد که مردم از دزدیها در این شهر نگرانی دارند. پلیس کابل اطمینان میدهد که به تمام توان خود امنیت باشندگان این شهر را تامین خواهد کرد. کمیسیون رسانه‌های جمعی افغانستان امروز جریده رسمی چگونگی تأسیس و فعالیت‌های رسانه‌های خصوصی را معرفی کرد. اخبار باکس آپای رئیس این کمیسیون در کنفرانس برگزار شده در این مورد گفت در این جریده حقوق خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌های جمعی گنجانیده شده است. با این حال شماره از ژورنالیستان نگران هستند که حقوق آنان با این جریده حفظ نخواهد شد، زیرا طرح‌ها و قوانین زیاد در کشور تنها روی کاغذ باقی ماندند. پس از آن که تهدیدات در برابر ژورنالیستان بیشتر شد، رئیس جمهور یک حکم صادر کرد که بر اساس آن سهولت در دسترسی به شکایت رسانه ها و ژورنالیستان فراهم خواهد شد. پیش از این کمیسیون رسانه های جمعی یک جریده رسمی را نشر کرد که بر اساس آن به حقوق ژورنالیستان و رسانه های خصوصی توجه صورت گرفته بود. دغه مقرره پر حقوق بحثونه و چه په ترڅ کې د خبرنگارانو د حقونو د خوندیتوب ضمانت شوی ده. په دې کې ګڼ مسایل راغلي دي، مثلا د خبر په خپل وخت خبرګارانو ته د هغوی د تنخواه ورکول، په کالنۍ ارزونه کې د خبرنگارانو ژورنالیستانو په میاشتنۍ تنخواه کې د اضافهوالي د راتلو خبره ده، د خبرنگارانو د تقاعد خبره ده. بر شماره از رسانه های خصوصی در کشور انتقاد وارد است که به حقوق ژورنالیستان توجه نداشته و در بعض موارد حقوق آنان زیر پا شده است. با توجه به آن شماره از ژورنالیستان تاکید می کند که مواد این جریده را رسانه ها بر خود تطبیق نموده و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد همکاری جدی نماید. در ارتباط به تصویب و توشیح مقرره باید گفت که یک گام خوب و اساسی است در راستای تامین حقوق و امتیازات خبرنگارا، ولی مشکلات عمده کمواره در افغانستان وجود دارد. این است که عدم تطبیق مقرره ها و قوانین در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد می کند که به خاطر فعالیت های مؤثر رسانه ها و ژورنالیستان با عملی شدن مواد این مقرره همکاری قانونی خواهد کرد. دوسیه های زورمندان و غاصبین زمین در بدل پول در هلمند بسته شدند. رئیس استناف هلمند میگوید از زورمندان به قدرت پول توانستند که دوسیه هایشان را در این ولایت بسته کنند. رئیس استناف میگوید این دوسیه ها دوباره بررسی می شود. در همین حال سران قومی نیز خواهان بررسی دوسیه هایی هستند که از طریق زور و پول بسته شدند. مستران سرانولی استناف هلمند میگوید دوسیه های آن از افراد زورمند و غاصبین دوباره بررسی خواهد شد که به زور پیسه بسته شده و دوباره بررسی نشده است. فضل سلطان صاحبی رئیس سرانول استناف هلمند میگوید مسئولان پیشین سرانولی راه ها را برای فساد باز کرده بودند. صاحبی آوردن اصلاحات را در اداره از اولیت های کاری خود عنوان کرده و اکنون میخواهد که تمام بی‌عدالتی ها را از این ولایت دور سازد. مخکب زن دست پیسه دار واسطه داره او زورور خلکو چې یا د پیسو په واسطه یا د واسطو په ذریعه ځینې موضوعات په څارنوالۍ کې لرله، و هغه یو طرف ته شوي و، یو طرف ته کېښودل شوي و یا پټ شوي و،
که دا چون رئیسان دی که دا لوړ رتبه مامورین دی که ټیټ رتبه مامورین دی انشاءالله د دوی پیسه کې به جدي برخورد کیږي. به گفته ساپی پیش از این در این اداره به خواست زورمندان و مقامات بلندپایه به گونه غیرقانونی دوسیه ها بررسی می شد، اما اکنون از آن جلوگیری شده است. در این حال شمار از سران قومی اتحاد همکاری با سرانوالی استناف سپرده و خواهان گرفتاری افراد هستند که زمین های دولتی را به زور و یا با استفاده از موقف غصب کردند. او دا ټول پر رشوت ورکول باندې شي د ویشو ولسون د پاره د اسلامي ټولنې د پاره دم ضرور ده چې د خاین رشوت خور فاسد په مقابل کې بودی. فساد در ادارات دولتي مشکل است که حکومت در جلوگیری آن ناکارا بوده و مردم را نسبت به حکومت بی باور ساخته است. اما در هلمند این دومین بار است که سارنوال استناف بنابر مبارزه جدی بر ضد فساد از سوی هلمندیان تقدیر می شود. علاوه بر گمرک و ادارات عایداتی، 11 اداره دیگر نیز از تاجران پول میگیرند. اتاق تجارت میگوید بدون محصول و مالیه گمرک 11 اداره دولتی از تاجران برام تفتیش پول میگیرند که تاجران را با مشکلات زیاد روبرو ساختند. از سوی دیگر معینیت عواید و گمرکات با تاجران و مالیه دهندگان بر عملی شدن قانون و حل مشکلاتشان تعهد کرد. نیروهای پاکستانی از ایجاد تاسیسات در خاک افغانستان دست بر نمی دارند. پلیس سرحدی پکتیا به هدف حفاظت از خاک خود خواهان اسلحه سنگین هستند. سربازان در ولسوالی آریوب زازایی که در امتداد خط دوران قرار دارد میگوید چند قبل به کمک مردم منطقه از ایجاد تاسیسات از سوی نیروهای پاکستانی جلوگیری نموده و به خاطر دفاع از خاک خود به اسلحه سنگین ضرورت دارند. قماندان نیروهای سرحدی در منطقه میگوید نیروهای پاکستانی چند قبل تلاش ایجاد تاسیسات در خاک افغانستان نمود، اما با حمایت مردم آنان را به عقب راندند. وس اکثریت سرکا موږ ته داسې توصیه وکړه چې دلته سرحدیان نه شي کولی چې مداخله وکړي. دا دیمو خاوره دی، دا دیمو سرحد دی، موږ د خپلې منطقې نه په خپله دفاع کوو. د پاکستان طرفه په منی جنګ وشو، بیا موږ خپلو ځواکونو سره خاپ او ازادانه مرسته وکړه او موږ ټول قومونه واړه زاړه سپینګیري ټول راووتلو. نیروهای سرحدی افغان در این منطقه میگوید که به خاطر دفاع از خاک خود به اسلحه سنگین ضرورت دارند، اما با آن هم با امکانات دست داشته خود به کس اجازه نخواهد داد که در خاک افغانستان پیشروی نماید. دوی نن سبا په سلا باندې سنبال دی او درنی سلاوی لري او موږ هغه سلاوی نه لري، خو بیا موږ اندازه خیو او موږ کنه اوس خیو بیا موږ در ډاډ ورکولی شو چې ان شاء الله چې څو پورې موږ دلته ژوند یو موږ خپل واخ صحیح تیرو او دوی ته موږ ډاډ ورکوو چې هیڅ نیمنیت په خاطر وو دوی تک مشکل نجوریه. ولسوالی آریبزازی در امتداد کرم جنسی پختونخوا حدود 20 کیلومتر سرحد دارد که قسمت بیشتر آن مناطق کوهستانی و جنگل می باشد. نیروهای پاکستانی 7 سال قبل به هدف پیشروی در مناطق افغانستان چند روز با نیروهای افغان درگیری نمودند که بعداً با وارد شدن تلفات به هر دو طرف این درگیری ها بدون نتیجه پایان یافت. بر علاوه نامنی ها، زورمندان نیز مانع تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی در دهات می باشند. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید در شماری از ولایات زورمندان در برنامه های همبستگی ملی مداخله می کنند که چالش های زیادی را در این زمینه به بار آوردند. وزارت احیا و انکشاف دهات با اعلان شماری از پروژه های همبستگی ملی گفت که این برنامه به برنامه تعهد شهری مبدل می شود و در شهرها عملی خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که 55 پروژه انکشافی را به ارزش 220 میلیون افغانی در 13 ولایت پلان گردیده که به زودی عملی خواهد شد. مقامات این وزارت میگوید این پروژه های انکشافی بر علاوه آمریکا از شمار کشورهای دیگر تمویل میگردد. تعداد پروژه 55 پروژه او 240 میلیون افغانی پارزش پنه په دیار رسولایتو که موږ پلی کوو هغه قرارداد انکشافی شوراګان سره امضا کړ. این وزارت اعلان کرد که تا 10 ماه آینده برنامه همبستگی ملی به پایان خواهد رسید و در عوض آن برنامه جدید به نام تعهد شهری آغاز خواهد شد. پیواز به میثاق شهروندی من سر ازی میثاق شهروندی و شپږ اساسی خدمات خپل خلکو ته په شکل د مساویانه وړاندې کوي.
اوس خو مثلا د برنامو په شکل او الته دی پروگرام او دی حکومت یو مسولیت په شکل وی او دا برنامه د مستقر باندې به نه تنها هغه کارونه چې مو کول بلکې د نور وزارتخانو خدمات به هم لدی لرنه وړاندې کیږي. این وزارت نیز مانند وزارت های دیگر از مداخلات زورمندان شکایت میکند که بیشتر کارهای آنان را با تاخیر مواجه کرده است. بعضی وقت ناامنی، بعضی وقت د قراردادیانو خیجات نکول او بعضی وقتو که د بعضی خلکو مداخله دا خندونه دی. ولی الحمدلله چې موږ دې رابطه سره قوي موقف نیسو او د هیچ امارات هم نکو انشاءالله په مخ بزو اغا طبیعی در تو زورواکی دی. این وزارت میگوید با آغاز کار 55 پروژه در 13 ولایت به هزارها تن زمینی کار فراهم خواهد شد. برنامه همبستگی ملی که در آینده به برنامه تعهد شهری تبدیل خواهد شد در دهات کشور بسیار مؤثر بوده که علاوه بر فرصت های کاری پروژه های زیاد کوچک، امار و سرک ها، جوی ها، دیوار های استنادی، تهیه آب آشامیدنی و شمار پروژه ها شامل آن بود به سر رسانده است. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیم می گردد. این هم چند خبر از جهان. ستاره‌ای که از سوی کره شمالی به فضا فرستاده شده بود در مدار جابجا گردید. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید این ستاره‌ای در مدار جا گرفته اما در مورد فعالیت آن چیزی نگفته است. در عین حال قصر سفید گفته است آمریکا و متحدینش برای انجام اقدامات جدی در برابر کره شمالی توافق کردند. وزارت دفاع کره جنوبی گفته است ستلایت که از سوی کره شمالی به فضا فرستاده شده بود در مدار جابجا گردیده است. اما این وزارت می افزاید که تا حال معلوم نیست که این ستلایت فعالیت خود را آغاز کرده است یا خیر. کره جنوبی می گوید از آزمایش اخیر پیونگانگ معلوم می گردد که این کشور مظاهره که بتواند فاصله 120 هزار کیلومتر را بپیماید دارد. کره شمالی قبل از این گفته بود که فرستادن این ستلایت اهداف علمی دارد، اما کره جنوبی، آمریکا و ژاپن به این باور هستند که پیونگانگ میخواهد برنامه مظاهره خود را پیشرفته سازد. همزمان با این قصر سفید گفته است ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به توافق رسیدند که در پیوند با آزمایش اخیر کره شمالی در برابر این کشور به اقدامات جدی نیاز است. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری گفته است در این اقدامات تحریم های اقتصادی نیز شامل است. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا پذیرفته که در مورد نصب کردن سیستم دفاعی موزاید در کره جنوبی گفتگوهای رسمی را با این کشور آغاز کرده است. در عین حال شمار زیاد مردم در پیونگانگ پایتخت کره شمالی فرستادن ستلایت از سوی این کشور به فضا را تجلیل کرد. در این مراسم هزاران شاگرد اشتراک کردند و فرستادن ستلایت به فضا را با رقص و خوشی تجلیل نمودند. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد حکومت سوریه به شکنجه و کشتن زندانیان متهم گردیده است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته حکومت سوریه زندانیان را شکنجه نموده که به همین خاطر شماری از آنان جان باختند. در همین حال مخالفان مسلح در شهر حلب گفتند در صورتی که کمک‌های کشورهای خارجی به آنان نرسد از سوی نیروهای حکومتی با شکست مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که حکومت سوریه زندانیان را شکنجه نموده و به همین خاطر شماری از آنان زندگیشان را از دست دادند. این سازمان حکومت سوریه را در این مورد مسئول دانسته و آن را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در این گزارش خواسته شده است تا مقامات حکومت سوریه در پیوند به این جرایم به محکمه بین المللی جرایم معرفی شوند. در عین حال محققان سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که بالای حکومت سوریه به خاطر شکنجه و کشتن افراد ملکی تحریم ها وضع نماید. در عین حال حکومت سوریه حملات خود را بالای مخالفان مسلح در شهر حلب بیشتر ساخته است. در این حملات نیروهای طرفدار ایران به حمایت از نیروهای حکومتی اشتراک کردند. طیاره‌های جنگی روسیه نیز به حمایت نیروهای حکومتی سوریه بالای مخالفان مسلح در این شهر حملات انجام می‌دهند.
بر اساس گزارش ها گروهی مخالف مسلح به خاطر بیشتر شدن حملات نیروهای حکومتی در شهر حلب از کشورهای خارجی کمک خواسته است. این گروه ها گفتند اگر کمک های لازم برای آنها نرسند در این شهر با شکست مواجه خواهند شد. بر اساس یک خبر دیگر وزارت خارجه آمریکا گفته است حملات هوایی روسیه در سوریه سبب افزایش خشونت ها و مهاجرت افراد ملکی گردیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت اکنون بر اثر حملات روسیه بیشتر ادوای سوریه در این کشور مجبور به ترک خانه ایشان گردیدند. کانادا از توقف حملات هوایی این کشور بالای داعش در عراق و سوریه خبر داده است. نخست وزیر این کشور گفته است که این حملات به تاریخ 22 فوریه خاتمه می‌یابد. اکنون 6 طیاره جنگی کانادا در عراق و سوریه بالای گروه داعش حملات هوایی انجام می‌دهند. کانادا در آینده ای نزدیک حملات هوایی خود را بالای گروه داعش در عراق و سوریه پایان می بخشد. جستن ترودو نخست وزیر کانادا گفته است این کشور حملات هوایی خود را در عراق و سوریه به تاریخ 22 ماه فوریه متوقف می سازد. وی افزوده است کانادا بعد از این برای مبارزه با گروه داعش در این کشورها در آموزش و تجهیز نیروهای محلی سهم خواهد گرفت. وی می گوید حملات هوایی بعد با این کشورها ثبات آورده نمی تواند. به همین خاطر کانادا فیصله نموده تا به جای حملات هوایی نیروهای حکومتی و محلی را آموزش دهد. قبل از این نخست وزیر کانادا در جریان کمپاین های انتخاباتی خود تعهد کرده بود که در صورت کامیاب شدن ماموریت نیروهای هوایی در عراق و سوریه را پایان می بخشد. اکنون 6 طیاره جنگی کانادا در عراق و سوریه بالای گروه داعش حملات هوایی انجام می دهند. از توجه و همراهی تان به خبر همین ساعت هنسپاس. خدا نگهدار.